قلب کابل، یکی از بخش‌های نسبتاً امن پایتخت. یک بانوی استرالیایی شنبه شب هنگامی که با موترش از اینجا می‌گذشت، از سوی تفنگداران ناشناس روبوده شد. به گفته پلیس این رویداد در اینجا رخ داده است، در سرک 8 قلعه فتح الله. نزدیکترین پاسگاه امنیتی به اینجا در سرک 11 قلعه فتح الله است که تا اینجا در حدود 100 متر فاصله دارد. در آینده نه چندان دور اینمو تو اونمو اختطافچی را پیش روی تنظیم ما بسیار پیشرفت کردیم در یک شب. پیش از این قلعه فتح الله و تایمنی گواه چندین رویداد همانند همین رویداد بودند. نزدیک به 4 ماه پیش یک زن هندی و سال پیش یک زن آلمانی از همین نزدیکی ها روبوده شدند و سپس رها گشتند. اینا اختطاف از طرف زورمندا صورت میگیره برادر، از طریق موتر زره. اون پلیس در سرک چه میباشه؟ در پشت خانه دو تایش گسمه میباشه. اما هستند کسانی که تا هنوز در چنگ آدم ربایان به سر میبرند. به گونه مثال سرنوشت دو استاد دانشگاه آمریکایی که 2 ماه پیش از محوطه این دانشگاه روبوده شدند هنوز ناروشن است. بر بنیاد آمارهای اتاقهای تجارت و صنایع، از آغاز سال روان هجری خورشیدی بیش از 80 بازرگان روبوده یا کشته شدند. تنها در ماه میزان 27 بازرگان روبوده یا کشته شدند. بدبختانه با وجود اقداماتشان باز هم تجار یا از بین رفته یا به قطر رسیده یا پول پرداخت خود رها کرده. شهروندانی که در برابر ساختمان حوزه 7 دست به اعتراض زدند می گویند که دیگر در خانه هایشان نیز در امان نیستند. بدمعشان با یولسنیم باجو که پدر کسا که در سلا سرا مسلا سرا غیر قانونی سلا سرا در ورال لو کورونه دزی وکلی جرمونه خکاره دی په افزا کې جرمونه سابقه لري ما بندین شوې دي سبا به ته په ضمانت را خوشی شوې دي سبا. پایتخت نشینان پلیس کابل را در تامین امنیت پایتخت ناتوان میدانند و خواهان آوردن تغییرات گسترده در رهبری پلیس کابل هستند.